بیشتر حرف میزنیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی که با ما همراه میشن. آقای غیبی، اتفاقا قشر بازنشسته قشری که شب عید خرج بیشتری داره، اما این عیدی های ناچیز 2.5 میلیون تومان رو چطور تعیین کردن و برای اونو واریز کردن؟ یک فرمولی داره برای پرداخت عیدی به کارمندان، کارکنان، بازنشستگان و کارکنان، کارکنان دولت و کارگران. ما اگر از این بگذریم، یک نکته‌ای رو که شما اشاره کردید تمام زوایا رو، من میخوام یک نکته جدیدی و یک زاویه جدیدی به این موضوع بدم، و اینی که پرداخت 2.5 میلیون تومان هم توهین به شعور بازنشسته هاست و هم خانواده اونها. اونور قضیه رو هم ببینیم، بخش زیادی از مردم، همین بازنشسته ها، امروز بدهکارند و بدهی های عقب مانده دارند در حوزه معیشت، در حوزه درمان و سایر مخارج زندگی که دارن، و این پول رو اگر بگیرن شاید 1/1000 اون عقب ماندگی هاشون هم نشه و اصلا مجالی پیدا نمی کنن که این رو بخواهن بیاین در نوروز امسال و با هزینه های اون مقایسه بکنن یا براش هزینه بکنن. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم، فارغ از اون فرمولی که وزارت کار تعیین کرده برای بازنشسته ها، برای کارکنان و کارگران، جا داشت امسال با توجه به شرایطی که وجود داره دولت یک تدابیر ویژه‌ای میاندیشید، همون جوری که در من مرور میکردم اسنادی که از هک مجلس به دست اومده بود، یک جایش اشاره شده بود سال گذشته دفتر علی خامنه‌ای اشاره کرده به واسطه اینکه طلاب مشکل دارند در تامین هزینه هاشون و سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده، باید توجه ویژه ای بشه و افزایش بودجه داشته باشن. جا داشت امسال به این قشر از جامعه هم فارغ از اینکه متعلق به چه گرایش سیاسی و عقیدتی هستن توجه بیشتری بشه که متاسفانه نشده. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنونم از شما.